آره تو خوبه، صدا خوب میاد، صدا خوب میاد. خیلی خوب، فشار رو میخوایم دیگه امروز جمعش کنیم، بعد دیگه مسائلش و اینا هم که یه روزی برای رزمارا میاد قشنگ رز مسائلش رو حل میکنه. حتی من چند تا مثال حل میکنم ها، اون منظورم تستاشه، چون معلم تستتون فرق میکنه. این بچه ها فشانه، بچه های هفتم احتمالا بشناسنش، ولی خب سالهای پیش حتما میشناسن، چون تو آزمایشگاه ما همیشه با این یکم اذیت میکردیم مردم ها، دانش آموزان اذیت میکردیم. تو این آب هست، لولش توی آبه، اون طرفه. الان آب ازش نمیاد بیرون، آب از این الان بیرون نمیاد، چون درم باز کنم بازم بیرون نمیاد. نگاه کنید، یعنی فشار هوا اینجا کافی نیست برای اینکه آب بیاد بیرون، ولی وقتی که من یه فشاری با دستم وارد کنم اون وقت آب میاد بیرون. دیده میشه؟ نمیدونم دیده میشه یا نه. آره دیده شد. پس فشار دست من باعث میشه هوای توی ظرف فشرده تر بشه، متراکم بشه، در نتیجه فشار بیشتر بشه. یادتون باشه ما اگر هوای توی ظرف رو فشرده کنیم فشار بیشتر میشه دیگه، بعد اگه کمتر کنیم، اگر هوا رو کمتر کنیم فشار کمتر میشه، مثل اون قوطیه، هوا رو کم کردیم فشار کم شد. پس وقتی من با دست به پلاستیک فشار میارم هوای توی ظرف فشرده میشه، اون فشار لازم برای خروج این ایجاد میکنه. از این روش توی ایستگاه فضایی استفاده میکنن که جاذبه نیست برای خوردن، یعنی اون آب که میخوام بخورن اینجوری خیلی سخت براشون آب بخورن، خیلی سخته. یه لوله داره میذارن دهنشون، فشار میدن، آب میده نزدیک حلقشون، بعد که قورت دادن دیگه بقیهشو خود ماهیچه های صاف دستگاه گوارش کار انجام میده. یه آزمایش دیگه اینجا داریم، یکم چسب زدم، انشالله که چسباش صفر شده باشه. میخوام با استفاده از بادکنک اون مایهی که اون توه رو بیارم بیرون، یعنی یه چیز شبیه این. اول بادکنک رو باد میکنیم، یه صدایی داد، کنم بس باشه. بعد میام اینو گردار، بادش خالی نشه، میام تو این ظرف آب میریزیم، آبی که بنو میشه تا یه اندازه. خب کافی، الان آب توی لوله یه ذره هست، میبینید یه ذره هست، اما بیرون نمیاد، در ظرفم بازه. پس معلومه فشار هوا اینجا کافی نیست. اگر من ارتفاع آب زیاد کنم، نگاه کنید، وقتی که سطح این آب از این لوله بزنه بالاتر، الان مساویه، میبینید؟ اگه سطح آب بزنه بالا، آب از اینجا خارج میشه. میخوای امتحان کنی؟ معلومه دیگه، حالا یه بذاره بخارج به خاطر شما. ریخت، دیدین؟ اگه سطح آب از اون بزنه بالا خب خارج میشه، چون فشار در مایعات به ارتفاع بستگی داره دیگه، ما ارتفاع رو بردیم بالاتر دانش فشار بیشتر میشه، آب خارج میشه. از این قضیه توی آبدهی، تو ساختمونا، تو شهرها استفاده میکنن، خونه های منابع آب رو دیدین، منبع آب، منبع آب تو شهر هست دیگه، یکیش همین دم مدرسه پاسخودوس که بچه ها میدونن، این منبع آب توش آب جمع میشه. بعد خونه هایی که پایین دست منبع آب باشن به پمپ نیاز نیست، خود آب چون ارتفاعش بالاست، منبع اینجاست، خونه ها این پایینه، چون ارتفاع هستش آب خودش جاری میشه، یعنی فشار لازم وجود داره، اختلاف انرژی وجود داره، اختلاف پتانسیل، کارم هفتم خوندید، این اختلاف انرژی باعث میشه که آب به خونه های پایین دست برسه. حالا این منبع میخواد به خونه بالا دست آب بده، اینجا دیگه فشار کافی نیست، مجبورن چیکار کنن؟ مجبورن پمپ بذارن.
تا فشار لازم رو تامین کنه. یعنی آب با یک فشار پمپ بره تو لوله ها، آب رو به اصطلاح بکشه ببره تو لوله ها. خیلی از خونه ها تو تهران خیلی ها پمپ دارن، به خاطر این قضیه است. فشار کمه، فشار آب اصلی کمه، در اینجا فشار به طبقات 4 و 5 نمیرسه یا بالاتر که دیگه هیچ. اما یه سری خونه ها که خیلی طبقاتشون زیاده، اونا یه کار دیگه هم دار میکنن، یه منبع میذارن پشت بون، آب و شبا میفرستن تو منبع که در طول روز از اون منبع استفاده بشه. این هم یه روش دیگه است. اگر نخوان پمپشون دائم روشن باشه ها، پس پمپ نیروی لازم، یا بهتر بگیم فشار لازم برای حرکت آب تو لوله ها رو تامین میکنه. حالا ما اینجا بادکنک هم دوزید آینه هاشش دسته این بود. ما حالا میخواییم بیایم چیکار کنیم با استفاده از بادکنک که بادش خالی شد. اینم دستش احتمالا کرونا داره، من دیگه نمیتونم. ضد عفونی کننده داری؟ سرش من پایینش به من رب نداره، من اطمینان نمیتونم بخورم. حالا ببینیم شاید کافی باشه. بادش خالی کرد، نمیم خورد چیکار کرد. من اینو میذارم سر این لوله. پاره شد متاسفانه، بازم پاره شد، پاره شد، پوسیده بود، پاره شد. برو یه دونه دیگه بادکنک تو پلاستیک پایین. آره برای یه بادکنک دیگه بیاره، بعد اون آزمایش انجام میده. تا اون آزمایش انجام میده دوتا مسئله داشتیم یادتونه، خواهم بگیم یا خواهم نامور یا خواهم امجد دیگه، کی خواهم کسی دیگه نیستن. خب یکیتون بخونه. خانم بیگی، بذار من وصلت کنم. خانم بیگی میتونی صحبت کنی الان؟ سلام استاد، خسته نباشید. سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ مرسی، ممنون. خوب هستین؟ قربونت. مسئله رو بگو چی بود؟ استاد اولین مسئله‌ای که داده بودید یک شکل بود که فکر می‌کنم حالا جک هیدرولیکی بود، به صورت یو شکل بود. اینجوری؟ آره آره، حالا اون سمت شکم بالاتر بود. بعد تو همین مایه ها بود. بعد یه ارتفاع مشخصی گذاشته بودید، از اون سرش که پایینه گفتید 1 سانتی متر جیوه توش ریختید. خب بعد این برم که گفتید آب ارتفاعش رو بعد به دست بیاریم. این هم حالا یه مایه. اون یکی مثلا آره آره فکر کنم آب بود گفتیم. اینا رو بهش میگن نقطه همتراز، پی یک و پی دو. آره بله، اینا گفتید پی یک و پی دو هم با هم برابرن، چون توی یک خطن، توی یک تراز. آره. توی مایعاتی که به هم ارتباط دارن، یادتون باشه لوله هایی که به هم ارتباط دارن، سطح مایع وقتی یکسانه میگیم همتراز. در نقاط همتراز فشارها یکیه. خب خب گفتیم که این تو جیوه ریختیم 1 سانتی متر، ارتفاع آب رو حساب کنید. شما به دست بیار بگو چی کار کردی. خب من اول اومدم نوشتم پی یک و پی دو وقتی با هم دیگه برابرن، خب قطعا اگه من بیام پی یک یعنی فشار اولی رو به دست بیارم با دومی برابره. بعد گفتیم فشار میای میگیم رو ضرب در جی ضرب در هاش، همون ارتفاعش میکنیم دیگه. بعد جیوه رو ما میدونیم که چگالیش 13.6ه، فکر میکنم آره 13.6 بود، که بعد میایم ضرب در 10 شتاب جاذبه یا همون شتاب گرانش رو میکنیم ضرب در ارتفاع 1ش میکنیم. حالا دیگه تبدیل واحد فعلا نمیخواد انجام بدیم، ولی میتونیم تبدیل واحد هم انجام بدیم، چون اون طرف فقط ارتفاع رو میخوایم، نیاز نیست بچه ها تبدیل واحد انجام بدید. خب مساویست با اون طرف؟ مساویه با 136. حالا اون برم بعد میایم مینویسیم که 1 ضرب در 10 ضرب در ایکس که همون ارتفاعمونه. مرسی، دستت در نکنه. ببینید یه کار دیگه هم میتونستیم بکنیم بچه ها. وقتی این دوتا با هم مساویه، پس این دوتا مساویه، پس من میتونم جی رو با جی حذف کنم. چرا؟ چون جاذبه همه جا تو همه مایات جاذبه یکیه، پس میتونستم حذف کنم. اما آره چگالی ها رو نمیتونم حذف کنم چون یکی نیستن. آفرین، چون چگالی جیوه 13.6، چگالی آب 1ه، گرم بر سانتی متر مکعب، یادتون باشه. خب حالا وقتی که این انجام بدیم خب اون ور میشه. آره اون ور میشه 100 و انگار میشه
13 ممیز همون x هم میشه 13 ممیز 6 همون دهم. 13 و 6 دهم در میاد. آره. 13 و 6 دهم سانتی متر. بله. بعد مرسی. اگه ما میومدیم مثلا اون یکم به جای چگالیاب میتونستیم 1000 کیلوگرم بر متر مکعب میتونستیم در آفرین. زمین که باز بیشتر هم میشد. باریک. بیشتر نه. نگاه کنید، نگاه باز کنید. به تهش خب باید تبدیل واحد میکردیم دیگه. آفرین، آفرین. یعنی تبدیل واحد میکردیم دوباره همین عدد میشد. آره بازم همین میشد ولی قبل از تبدیل واحد اون بیشتر میشد. آفرین، کاملا سه. پس یه بار دیگه بگیم چیکار کردیم. بچه این ارتفاع با این ارتفاع یک. من میگم ارتفاع. نقاط همترازن. فشارشون یکیه. پی یک مساوی پی دو. تو همه لوله هایی که به هم ارتباط دارن فشار در یک نقطه یکسانه. تو یک خط یا همتراز یکسانه. یادتون نره. خب پس وقتی اینجا فشار یکسانه پس این دو تا فشار رو مساوی زدیم. ما میدونیم فشار فرمول دیگهش رو جی اچه. فرمول فشار در مایعات دیگه. پس پی یک رو میسم رو جی اچ یک یعنی هاش جی. یکی دیگه میشه هاش جی یعنی جیبه. اون طرف پی دو میشه رو جی اچ دو یعنی هاش دو او. ارتفاع آب ارتفاع مثلا جیبه. حالا وقتی این کار کردم عدد میذارم. دو کار میتونم بکنم. یه کاری که خانم بگی انجام داد یعنی با همون 13 و 6 دهم که گرم بر سانتی متر مکعب بود، یه بارم که خودش آخر سر گفت یعنی ما بیاییم چگالی جیبه رو بنویسیم 13600. چرا؟ چون 13 و 6 گرم بر سانتی متر مکعبه. اگه ضرب در 1000ش کنیم میشه این، میشه کیلوگرم بر متر مکعب. خیلی فرق نمیکنه ها. توی این مسئله توی این مسئله خیلی فرق نمیکنه. چون به ما نگفته که ارتفاع رو متر به دست بیا سانتی متر به دست بیا. تازه اگرم میگفت باز میتونستیم آخر سر تبدیل کنیم. ولی ترجیحاً اگه خواستیم این میشه الان چگالی جیوه. چگالی آب هم که ما میدونیم 1000 کیلوگرم بر متر مکعبه. یعنی اینو دیگه حفظیم که یه متر مکعب آب، یه متر مکعب آب 1000 کیلوگرم جرم داره. پس چگالی آب میشه 1000 کیلوگرم بر متر مکعب. پس میتونیم از این عدد هم استفاده کنیم به جای 13 و 6 تام. پس میام جای این فرمول مینویسم رو جی اچ 1 مساوی با رو جی اچ 2. جی رو با جی ساده میکنم. چگالی جیوه رو مینویسم 13600 ضرب در ارتفاعش 1 سانتی متر. اینجا 1 سانتی متر میتونم به متر تبدیل کنم. مثلا 1 صدام متر مساوی با میتونم دیگه 1 صدام متر. اینجا چگالی آب 1000 ضرب در اچ 2 یعنی ارتفاعش. سلام چطوری؟ خب حالا برای حلش چند راه داریم دیگه ریاضیه. اچ 2 مساوی با 13600 ضرب در 1 صدام تقسیم بر 1000. وقتی که این کار رو انجام بدم صفر، اول دو تا صفر با این دو تا اشار میره، 136 هزارم میشه. 136 هزارم متر ارتفاع میشه 136 هزارم متر. حالا میخوام سانتی رو تبدیل کنیم ضرب در 100 میکنیم. وقتی ضرب در 100 کنیم میشه 1 ممیز 36 یا 13 ممیز 6. 13 ممیز 6 ببخشید دو تا صفره. 13 ممیز 6 همونه. پس 13 ممیز 6 سانتی متر یا 136 هزارم متر. پس فرقی نکرد. هر کدوم راحتیت برید. تستیه دیگه. تستی باشه که دیگه اصلا نمیخواد. به راحتی میتونید رو دست بیارید. یا اگرم خیلی دیگه مسئله کار کردی یاد گرفتی، وقتی اختلاف چگالیشون رو بلدی، میدونی چگالیشون چقدر اختلاف داره، راحت میتونی همونجا تست رو بزنی. الان این 13 و 6 بود، این 1 بود. 13 و 6 دهم برابر. همون 13 و 6 دهم به دست اومد. دیگه این کلکاییه که تو تست میزنید معلم تستتون بهتون میگه. اما بریم سر بادکنک ببینیم آقا بادکنک این دفعه بادکنک آورد داره. یه فیلم الان داریم در مورد قوطیه. آره. اونو الان بذاری بعد از این آزمایش خیلی خوبه. تا مسئله دوم رو خانم نامبر تو باید حل کنی. خانم نامبر خوبه. خانم نامبر کرونا که نگرفتی ایشالله از اینجا منتقل شه ما هم بگیریم. خانم امجد یه من
باشه خواهم جد، چه بهتر. بذارین اول باد کنم. باد کنک بازی میکنم. چیه؟ تولدم میخوام باد کنک بتره کنم. که گفتم؟ راست. زد بیرون زد. آقا این تا اینو گذاشتم این زد بیرون. تمام اینجا رو خیس کرد. معذرت میخوام. خب صدقی یه دقیقه بیا. آره. خب الان من دهنه بادکنک رو گرفتم. اینو بگی. آب که اومد بعد بگیریش به من. الان تو بگیر، اول اومد بگیر زیر آب. بیا این مرتبه برم، من این مرتبه برم سب کن، یکم بیام، خیلی خب یک دو نها کنی، الان آب نمیاد دیگه، میبینید که سه مرسی دست تمام خیس شد بچه مردم یه دستمال بده بهش پرمنگنات چیزی نیست، خوشبخت خوشبختانه این پرمنگی ها ضد عفونی کننده است. پاپ خیس شد. آن گفته بودم. خب دیدید چه اتفاقی افتاد؟ میخندید به من؟ حالا خیلی خب. بذار اگه اینجا بودید حالیتون میکردم. خب خانم امجد بریم مسئله را. اینا خب عکس بگیم، عکس بگیم. بابا چه چقدر خیسه، چیکار کردین اینجا؟ همش خیس شد. پاک کنم؟ بابا خیلی خیس. کلاس هم عوض کنی. سلام استاد. سلام چطوری؟ سلامت باشید ممنون. این آزمایش رو دیدی؟ بله. چرا آب زد بیرون؟ چون فشار بهش بود که این فشار هوا باعث شد آب بزنه بیرون. فشار کی؟ فشار داخل بادکنک. آفرین. فشار داخل بادکنک. فشار هوای داخل بادکنک باعث شد که به مایه فشار بیاره، آب از لوله بزنه بیرون. مرسی. برو مسئله رو بخون. مسئله دومی که گفته بودیم. یه مکعب داشتیم به ابعاد 10 متر، 5 متر و 4 متر. یه مکعب داشتیم. 5 و 4 و 10، درسته؟ بله. بعد می‌تونیم پیدا کنید بیشترین فشاری که این مکعب به سطح زیرین خود وارد می‌کند. بله، پس بیشتر. چند پاسکال است؟ توش چیه؟ توش چیه؟ توش آب بود دیگه. آب. پر از آب بود. بله، پر از آب. خب، بگو بعد ما بعد می‌اومد ما خب اول باید بیایم که حجم آب به دست بیاریم. می‌گیم چگالی آب مساوی با جرم تقسیم بر حجم. بعد حجمش میشدش 10 ضرب در 5 ضرب در 4 که مساوی با 200 متر مکعب. بعد میگیم چگالی سانتی متر مکعب بود 200 ضرب در 100,000 سانتی متر مکعب میکنیم مساوی با 200 میلیون سانتی متر مکعب. یه کوچولو اشتباه کردی. 100,000 نه سانتی متر مکعب بود چگالی. نیا کن چگالی آب 1 گرم بر سانتی متر مکعبه یا بله. 1,000 کیلوگرم بر متر مکعب، یعنی 1 متر بله. مکعب آب 1,000 کیلوه. پس این 200 رو زد چند کنیم؟ 1,000 که میشه 200 میشه 200 میلیون. نه 200,000 دو تا صفر خودش داشت. خب دو تا و سه تا 5 تا میشه 200,000. بله بله. اشتباه کردم. بعد میایم اینو میگیم که این مساوی جرمش. نیرو. نه جرم آفرین. نیرو. اشتباه کردم. نه درست گفتی. من اشتباه کردم. من معذرت میخوام. تو درست گفتی جرمش. بله. بعد اینو میایم میگیم که جرمش اینقدره ضرب در 10 نیوتن میکنیم که ضرب در 10 نیروش به دست بیاد ضرب در 10 10 نیوتن نه 10 نیوتن بر کیلوگرم واحد جرم واحد گرانشه. خیلی اینجا خیسه. ضرب در 10 میکنیم مساوی با 2 میلیون. بله این میشه نیوتن، این میشه نیروی آب. حالا بله
این 2 میلیونه. حالا میام میگیم بیشترین فشار کجا تو کمترین سطح؟ 50 ضرب 4 میکنیم مساویه با 20 متر آفرین مربع. آفرین، پس کمترین سطح بیشترین فشار رو داره در 20 متر مربع. بعد آفرین. میایم این 2 میلیون رو تقسیم بر 20 میکنیم. کاملا صحیح. این فشاره. پس صفرش خط میزنیم جواب بده. باریکلا باریکلا، دست در نکنه. مساویه با سر بزن. مرسی. میشه چقدر؟ 1 2 3 4 5 100,000 پاسکال. پاسکال. بله. مرسی خانم، آفرین، عالی بود. آقا اینجا چی نداریم؟ پنکوی خیس داری؟ اگه دم پای باشه عالی. خب سلام از کرده. تمام تقصیر اونه، نتونست قشن بگیره. این دوتا مسئله. چند تا نکته یادداشت کردم که یادم نرفت بهتون بگم، چون یادم میرفت اینجا یادداشت کردم. اولا که چگالی هوا رو بچه فکر میکنین چنده چگالی هوا؟ من پاک کنم عکس بگیری توضیح بدم یه بار دیگه، کسی نمیخواد یه بار دیگه توضیح بدم. ببینید این جعبه مونه، توش آب میریزیم، حجم جعبه رو اندازه میگیریم. ببوشم دست در نخونه. حالا خوب شد. این چرا دور من پیچیده؟ یه بار دیگه توضیح بدم، توضیح دمپایی بوشیدم. یه جعبه داریم توش آبه، خب میخوایم فشار بیشترین فشار رو به دست بیاریم، درست؟ بیشترین فشاری که این جعبه به سطح زیرینش وارد میکنه، باید کمترین سطح رو پیدا کنیم. این کمترین سطح. خب جعبه چقدر وزن داره؟ گفتیم توش آبه. ما یه اطلاعاتی داریم، یکی از اطلاعات اینه 1 متر مکعب آب مساوی است با 1000 کیلوگرم. اینو بلدیم. یا اینکه چگالی آب مساوی است با 1000 کیلوگرم بر متر مکعب. بچه این همینه، چگالی 1000 کیلوگرم بر متر مکعب، یعنی 1 متر مکعب آب 1000 کیلوه. 1 متر مکعب آب 1000 کیلوه. پس اینو باید بلد باشیم، حتما یادتون نره اینو حفظ کنید، به دردتون میخوره. خب ما 1 متر مکعب داریم، جعبمون چند متر مکعبه؟ میایم حجمش رو به دست میاریم، میشه 200 متر مکعب. بعد 200 رو ضرب در 1000 میکنیم، میشه 200,000 کیلوگرم جرم آب. ولی تو فرمول فشار ما نیرو داریم، پس باید جرم رو به نیرو تبدیل کنیم، یعنی کیلوگرم به نیوتن. پس ضرب در 10 میکنیم، اینجا گرانشه بچه ها. این جرمه، جرم ضرب در گرانش میشه نیرو یا وزن. چون رو زمینه وزن جسم میشه همون نیروی تکیهگاه و نیرویی که عمود بر سطح. این حرفا دیگه، نیرو وزن اینجا همونه، این نیرو در از وزن جعبه شده. پس نیرو یا وزن جعبه به دست میاد، این در از وزن آب به دست میاد، تقسیم بر سطح میکنیم فشار به دست میاد. اینم از این. گفتیم فشار هوا رو کی میدونه چنده؟ میگم فشار چگالی هوا. فرید چی پرسیده؟ چگالی آب بیشتره یا میوه چیزی که یعنی آب خالص؟ هر چی غلظت بیشتر باشه فرید جان چگالی بیشتره. غلظت بیشتر باشه یعنی تراکم مولکولا بیشتره. وقتی تراکم مولکولا بیشتره یعنی در حجم کمتر مولکول بیشتره. مثلا جامد و مایع و گاز چگالی کی بیشتره؟ جامد یا مایع گاز؟ مسلماً جامد. مسلماً، چون فاصله مولکولای جامد کمه. پس توی 1 متر مکعب جامد خیلی مولکول بیشتره 1 متر مکعب گازه. پس هر چه غلظت بیشتر شد چگالی هم بیشتر میشه. مثل یه دونه تمرین یا فعالیت بود توی شیمی کتابتون، آب بود توش نمک میریختید، موقعی که آب خالی بود تخمق میرفت پایین، موقعی که نمک میریختی تخمق میاد بالا. نمک چگالی آب زیاد کرد، یعنی غلظت آب زیاد شده. خب دیگه چی میخواستم بگم؟ گفتن چگالی هوا با افزایش ارتفاع کم میشه و دما و رطوبت هم بود. کاملا صحیح. فشار هوا کم و زیاد میشه.
چگالی هوا میتونه کم و زیاد شه، درسته، چون مولکولای هوا کم میشه، ولی فرض رو بر این بذاریم ظرفه درش بسته است، بالا پایین هم ببریم زیاد روش تاثیر نذاره. ولی خب درسته، وقتی ما بریم تو ارتفاع چون فاصله مولکولا زیاد میشه حتما چگالی کم میشه، حتما. کاملا صحیح بود. حالا تو سطح دریا چنده؟ آفرین خانم بیگی. بچه حدودا 800 برابر کمتر از آبه، چگالی هوا تقریبا 800 برابر کمتر از چگالی آب است. چگالی هوا تقریبا 1.3 کیلوگرم بر متر مکعبه، یعنی تو 1 متر مکعب هوا 1 کیلوگرم هوا هست. تو 1 متر مکعب 1 متر مکعب ببخشید 1 کیلوگرم هوا هست. اشتباه میکنی، نگو دیگه، درست بگو. 1.3 یعنی تو 1 متر مکعب 1.3 کیلوگرم هوا هست. حالا ما میتونیم با فشار چی کارش کنیم؟ اینا رو فشرده کنیم دیگه. وقتی فشار بدیم مولکولای گاز به هم نزدیک میشه، میگیم تراکم پذیری گازها بیشتره، که مربوط میشه به هفتمتون. گازها رو میتوان فشرد چون فاصله مولکولاشون زیاده، درجه تراکم پذیریشون هم زیاده. حالا هرچی مولکولای هوا رو متراکم تر میکنیم چگالیشو داریم بیشتر میکنیم. اونقدر متراکمش کنیم، سردش کنیم تا مایع بشه. هوا رو میشه مایع کرد، فقط به این راحتی نیست. مثلا تو منهای 180 درجه، منهای 180 درجه، تازه یه سری از ذراتی که توی هوا هستن مثل اکسیژن، مثل نیتروژن، شروع میکنن به مایع شدن. فکر کنم نیتروژن 200 خورده ای بود، فکر کنم، الان یادم نیست. اکسیژن هم نزدیکای 200 بود. هلیوم رو فکر کنم 270 خورده ای، منهای 270 درجه برای هلیوم بود، و همینجور تا آخر که من متاسفانه حفظ نیستم. پس چگالی هوا رو یادتون باشه. اما فشار هوا رو ما یه چیز دیگه گفتیم. فشار هوا رو گفتیم تقریبا 100,000 پاسکال. تقریبا، یعنی بخوام تو مسئله روندش کنیم 100,000 استفاده میکنیم، یا 1 یا 76 سانتی متر جیوه، یا 1 اتمسفر. اینا فشار هواست در واحدهای مختلف. اگه میگن 1 اتمسفر چقدره، میگی 76 سانتی متر جیوه یا 100,000 پاسکال تقریبا. تو امتحانات مدرسه نه، ولی خب تو پیشرفته چرا؟ امتحان مدرسه فقط یک کوچولو، اونم تو بیشتر بدانید اشاره کرده، که تو امتحان نهایی هم میدونید بیشتر بدانید هم نمیدن. تو بیشتر بدانید گفته که فشار هوا تقریبا 100,000 پاسکاله، کوچولو گفته. نکته دومی که میخواستم بگم اینه که یادتون باشه اصل پاسکالو گفتم بچه ها، جک هیدرولیک نگفتم، منگنه آبی. بچه بنام چی خواهم بگی؟ چی میگه؟ یه ارتفاع معینی بری اصلا هیچ مولکولی وجود نداره، بهش میگیم خلا. مثلا 300-400 کیلومتر به بالاتر دیگه هیچی وجود نداره. پایین ترمیایی چیزایی وجود داره، اکسیژن شاید نباشه. پایین ترمیایی اکسیژن کمه، همینجور میای تو ارتفاع 10,000 تا و 20,000 تا، اون وقت تازه اکسیژن ها دیده میشن. ولی یه جایی هست اصلا نیست، که بهش میگیم خلا، بالاتر از جو زمین به اصطلاح. خب چی گفتم دیگه؟ چی گفتم؟ یه سوال پرسیدم، اصل پاسکال رو گفتم بچه ها؟
خب بذار اگه نگفتم بگم. دوستان خب یه جواب بده، اگه بگید نه. آره بگید نه. بگید من از این خوشم نمیاد، نه. آقا یکی میاد خواستگاریتون جواب نه بهش بدید. خب بگو نمیخوام. بی محلی نکنید بهش بیچاره افسرده بشه. الان نه. در 15 سال دیگه. پس یادت نیست حتما نگفتم. مگه میشه تو یادت بره؟ خانم نامبر امکان نداره. قطع شد. الان صدامو دارین؟ قطع شدی لحظه. خب چی نوشته؟ اینجا گفت هرچی بالاتر میرن هوا کمتر میشه، برای همین میرن گلدرز. بله نفس نشون کم میاد. من بگیم گفتم اصلا من یه جا خوندم اشال نمیم شما گفتیم یا خودم جلو جلو خوندم. خیلی خب بس یه بار دیگه میگیم که همه بدونن. یه اصلی هست به نام اصل پاسکال یا قانون پاسکال. قانون پاسکال یه چیزی شبیه همونی که تو حروف توی لوله های مرتبط بهتون گفتم، اما با یه تفاوت کوچولو. جک های هیدرولیک یا جک های روغنی، ماشینایی که میرن توی تعویض روغنی یا تو کارواش، گاهی اوقات یه لوله ای، یه لوله بزرگی از زیر زمین میاد بیرون، ماشین میبره بالا. دیدین؟ حالا اتفاق افتاده ببینین؟ ماشین میبره بالا که مکانیک یا اون کسی که داره زیر ماشین میخواد بشوره یا اون کسی که حتی میخواد تمیز روغنی کنه ببینه زیر ماشین و کاراش انجام بده. جک بهش میگن، جک هیدرولیکه، جک های روغنی. یا یه جور دیگه یه سری مثلا میخوام پنچری بگیرن یا لاستیک عوض کنن، یه جک اهرم داره اینجوری بالا پایین میکنه، اون طرفش میاد بالا، این هی بالا پایین میشه، این بر میاد بالا. بذار میام تو ماشین میاد بالا، یه ذره فکر کنم باید بچرخه. این اهرمو که اینجوری اینجوری میکنه میاد بالا. این چیه؟ روش ماشینه، ماشین میاره بالا، بعد چرخ عوض میکنه. خیلی قویه، خیلی قویه. کامیون هم بلند میکنه دیگه، بستگی به اندازه این جکه داره. جکایی که توی مکانیکی‌ها هستن میتونه راحت کامیون هم بلند کنه، اینقدر قویه. حالا از چه سیستمی استفاده میکنه؟ از قانون پاسکال استفاده میکنه. قانون پاسکال یه جمله است. کی بلده؟ کی یادشه؟ هر کی یادشه دست بلند کنه. تو سیستم ترمز ماشین هم بچه استفاده میشه که الان توضیح میدم. آفرین خانم بگی، دستت در نکنه. خب خانم بگی بس که اصلا جمله شو بگه به همون. خانم بگی بگو قانون پاسکال چی میگه؟ استاد قانون پاسکال میگه که فشار برای مایه ها، وقتی یه فشاری به یه مایه وارد بکنی بدون ضعیف شدن به بخش های دیگه مایه هم انتقال میکنه. حالا اگه اصلا توی ظرف به دیواری اون ظرف هم منتقل میشه. آفرین مرسی. میگه فشار در مایعات، اگر به یک نقطه از مایع فشار وارد کنید، این فشار به همان اندازه در نقاط دیگر مایع هم منتقل میشه، به شرط اینکه بسته باشه، محیطمون بسته باشه. باز باشه میزنه بیرون، ما میخوایم نگه داریم محیطو. تا اگه بازم باشه باز فشار یکسانه، فقط میزنه بیرون، اون فشار میاد منتقل میشه، بعد مثلا آب میزنه بیرون. اگه فشار یکسانه یعنی چی؟ یعنی الان من اینجا فشار وارد میکنم، این نیرو، اینم مساحت، اینم روغن. خوب نگاه کنید میبینن؟ بله. وقتی من نیرو وارد میکنم به این سد، این سد میاد پایین، این یه پیستونه بالا پایین میشه. وقتی اومد پایین در از با فشار پی یک به این به این روغن فشار میاره. پس با فشار پی یک به روغن فشار میاره، این همینجوری پی یک پی یک تا تمام مایع پخش میشه و از این زیر فشار وارد میشه به این سطح. فهمیدین چی شد؟ یه بار دیگه نگاه کنید، الان که داریم بزرگ میبینید نگاه کنید. من نیرو وارد کردم به یه سطح کوچیک. وقتی نیرو به سطح وارد میکنم یعنی در از فشار وارد کردم. فشار وارد میشه به این روغنه. فشاری که به این روغن وارد شد در تمام این روغن یکسانه. پس این فشار میاد وارد میشه به این سطح. اگه این سطح نبود روغن میزد بیرون. حالا اینجا بسته است، پس فشار میاره به این سطح. این سطح یه پیستونه که میارتش بالا.
اینجا رفت پایین، این آورد بالا. اینجا به اصطلاح یه اتومبیل روش قرار گرفته، اتومبیل میاره بالا. جک های هیدرولیک اینجوری کار میکنن. شما از یه طرف نیرو وارد میکنی، از طرف دیگه جسم میاره بالا، هی وارد میکنی میره بالا تا آخر، تا اونجا که لازم داره. نه دیگه دستیه، حتی برقیش هم هست ولی دستیه، خیلی راحت هم کار میکنه، اهرمیه به اصطلاح. یه میله هست اینجوری حرکت میکنه، یعنی فرض کن اینجا یه میله هست، چجوری بکشم که خدا رو خوش بیاد. شما هی اینو بالا پایین میکنی، هی به این فشار وارد میکنی، مثل تلمبه. آفرین آفرین آفرین. تلمبه اصلا با همین سیستم کار میکنه. تلمبه آب قدیمی دقیقاً با همین سیستم کار میکنه، ولی به جای روغن آب میاد بالا. یعنی هی تلمبه میزدن، آب از اون طرف میاد بالا. خب حالا این قانون پاسکال پس گفت وقتی که شما به یک نقطه از مایع فشار وارد میکنی، در تمام اون مایع فشار یکسان پخش میشه. کجا به درد میخوره؟ تو مسئله ها. آقا میخوام الان فشار اینجا رو حساب کنم، عدد بهتون میدم. فرض کنیم این 100 نیوتنه، این سطحش هم خدا یه متر مربع. آره الان پی یک چنده بچه؟ عدد بنویسید شما به دست بیارم. الان این 100 نیوتن بود، اینجا هم که آ1 یعنی مساحت، آ1 یعنی سطحمون، یک متر مربع. الان پی یک رو به دست بیارید. چند شد عدد نوشتم بچه ها؟ چند در آوردین شما؟ 100. باریکلا آفرین. 100 تقسیم بر 1 میشه 100 نیوتن بر متر مربع، که همون پاسکاله. بچه ها نوشته بودن؟ بقیه بچه ها خانم نامر سرما خوردی، دستت که کار میکنه، بنویس دیگه. این دفعه ننویسی میگم بیا حرف بزن. خانم امجد هم همینطور. خانم امجد آفرین. بقیه دوستان امیر ارشیان حتما، سید فرید، بچه ها فرید ارشیان ایلیا، شما هم باید بنویسید. آها نوشتم. فرید چش نخوری بعد از اینکه من نوشتم تو هم نوشتی. استندود کن برای خودت. خب پس فشار اینجا به دست اومد 100 پاسکال. پس الان اینجا 100 پاسکال، اینجا 100 پاسکال، اینجا 100 پاسکال، اینجا هم با 100 پاسکال به این سطح وارد میشه. این سطح رو میگیم 4 متر مربع. پیدا کنید F2 چقدره. عدد بگید. مطمئنی؟ خانم بگی، کلک نزن دیگه. خانم نامه گفتن همه جایش میشه 100 پاسکال، درسته؟ خب حالا 100 تا پاسکال، ولی F2 رو من میخوام. امیر ارشیان 100، ایلیا 25. مطمئنی؟ بگی 400. خب یکی 400 زده، یکی 25. بین علما دعوا شد، یکی دیگه اینجا 25 زده. الان بین علما دعوا شده ببینید کی درست میگه. خانم بگی دست بلند کرده، وصلش کن. خب ببینیم کدام درسته. من راه خودم رو میرم، خانم بگی تو راه اصلیه رو برو. باشه بذار من اول راه خودم برم. فرمول می نویسیم P2 مساوی است با F2 تقسیم بر A2، درسته؟ درسته نه؟ P2 صده مساوی است با F2 رو که نداریم، A2 هم گفتیم 4. الان باید چیکار کنیم؟ 4 رو ضرب باید بکنیم. بله F2 میشه 4. آقایونی که 25 به دست آوردید، خانوم هایی که 25 به دست آوردید، شما اشتباه تقسیم بر 4 کردید، باید ضرب میکردید. پس این به دست اومد 400 نیوتن. حالا خانوم ویگی میخواد برای ما یه فرمول بگه که دیگه اینقدر دنگ و فنگ نکشیم، اذیت نشیم. خانم بگی من پاک میکنم بعد بگو، باشه؟ هش. خب پس من اضافه ها رو پاک کنم، چون این خیلی سخت شد برای بعضیا. درسته که راه اصلیش همینه، ولی یه راه آسونتر داره. من شک میکشم، افتاد اینجا، این دفعه این ور پهن، اینجا سطحمون A1 نه A2، اینجا A1، اینجا F1، این بالا هم نیرو F1. خب بگو به من، اینم روغن بگو. خب طبق قانون
طبق اصل پاسکال ما گفتیم فشار وقتی به یک ظرف محصول وارد میشه بدون ضعیف شدن به بخشای دیگه اونم وارد میشه. پس یعنی اگه پس ما میسیم پی یک برابر با پی دو، یعنی اف یک به روی آ یک. پس من میام جای پی یک اف یک بر روی آ یک مینویسم آ یک برابر با اف دو به روی آ دو. این کارو میکنم. مرسی. دیگه این فرمولم میشه، این فرمولم انقدر بعد راحت الان سوال میشه. بگو. توی سوالم بعد به جای F1 میذاشتیم 100 به روی مساحتمون 1 بود که برابر با باز دوباره اون ور A2 رو میذاریم 4 که F2 میشه همون 400. یه طرف این وسط این بکنیم به دست میاد. مرسی. اینم یه راه دیگه. دستت هم در نکنه. بچه فرمولش اینه. به این میگم فرمول اصل پاسکال یا قانون پاسکال. اما تستی چی کار کنیم؟ گاهی اوقات تستی شما وقتتون کمه، میخواید سرعتتون زیاد کنید. یا نیروها رو داری نسبتشو، یا سطح رو نسبتشو داری. الان آ2 چند برابر آ1؟ 4 برابر. پس F2 هم 4 برابر میشه. اینم تستیش دیگه، خیلی سریع بزنی بره. ولی سریعتر تو تست. ولی تو تشریحی و امتحان نهایی باید حتما این فرمول بنویسی. هم مطمئن تره بر. پس اونم روش دیگه. اینم اصل پاسکالی که جا افتاد. اگر یه مسئله دیگه هم از اصل پاسکال بریم. خانم بگی سوال دارم. جانم. خانم بگی بفهم. سوال داشتم. الان اون دایره این شکل دیگه درسته؟ چی؟ اینه مثلا میگن سر پیستون تو ترمزای هیدرولیکی و اینا پیستون دایره این شکل. من تو سوالا نگاه میکردم. بله. بعضی جاها تو آزمونه نمونه دولتی و اینا شعاع داده بود. ما برای سطحش اونجا باید بیاییم مساحت دایره حساب بکنیم. بله بچه ها، اگر درسته اگر سطح رو بهتون ندادن، سطح رو ندادن، باید ببینید سطحتون چیه؟ مربع، مستطیل یا دایره؟ اگر مثلا دایره بود، شعاع داده بودن، باید چیکار کنید؟ شعاع به توان دو ضرب در عدد پی تا مساحت اون رویه به دست بیاد. یعنی نگاه کنید این جسمی که میخواد ماشین رو ببره بالا ممکنه مستطیل باشه ببره بالا، ولی معمولا دایره است. پس سطح روی این اگه مستطیل باشه با سطح روش دایره باشه، طریقه به دست آوردنش فرق میکنه. مرسی خانم بگی که اشاره کردی، دست در نکنه. البته بگم معلم تستتون میاد همه اینا رو توضیح میده براتون، همونجا هم سوال کنید باز بهتر بهتون میگه. یه چیز دیگه، حالا بریم سر وقت مطلب بعدی. بچه تغییرات فشار، پاورپوینت رو میاری اون جایی که قواسه هست، یه تمرینه بچه، یه تمرین میخوام عمل کنیم که اختلاف فشار یعنی دلتا پی توی مایع، اگه یادتون باشه این چه ننوشت توی مایع، مثلا یه نفر اینجا یه جعبه اینجاست، فشاری که به این وارد میشه به چی بستگی داره؟ قبل از اینکه قواسه رو بیاریم میخوام اول اینو سوال کنم. یه جعبه تو آب داریم، الان فشاری که به این وارد میشه به چی بستگی داره؟ مولکولای آب. دیگه چی بچه ها؟ اندازه جعبه هم وارد. سطحش منظورته. به جرم بچه به جرم کی؟ ارتفاع آب. درسته. دیگه چی؟ تو گفتی مقدار مولکولا گفتی ها؟ خوشکل ترش کن. ایلیا عمق آب. عمق آب همون ارتفاست. آفرین، همون که گفتی چگالی قشنگتره. به چگالی اون مایع بستگی داره، به گرانش بستگی داره، یه چیز دیگه هم مونده خانم نامور. خانم امجد آفرین، یک کوچولو دیگه هم مونده. فشاری که الان مثلا به قواسی که اینجا از وارد میشه ارتفاع و گرانش چگالی قبول، یعنی رو جی اچ قبول، به این بستگی داره. اما به یه چیز دیگه هم بستگی داره. کی نوشت؟
مولکولای آب تراکمش یکسانه، چون چگالی وقتی میگیم یعنی همون تراکم مولکولا رو میگیم، میگیم چگالی آب. تو چی گفتی؟ جرم غواص. نه، چون خیکی هم باشه فشار آبی که بهش وارد میشه یکیه با اون که لاغره. خیکیه مثلا بهتر تحمل شاید بکنه، شاید بهتر تحمل کنه دیگه. فشاری که آب وارد میکنه یکسانه، فشاری که اون به اون شخص وارد میشه فرق میکنه، چون سطحش فرق میکنه. متوجه شدی؟ کسی ننوشت؟ یکی نوشت فکر کنم. خب بچه به این ربط داره. این کیه؟ این چیه؟ قشنگتر بنویسید. چیست؟ آفرین. چیه هوا؟ فشار هوا. آفرین. به اینم بستگی داره که بهش میگن پی صفر، فشار هوا. پس این میشه فشاری که به جعبه وارد میشود. به چی بستگی داره؟ فشار هوا و رو جی اچ، یعنی همون فشار مایعات. فشار مایعات. عکس آوردی قواسه رو؟ بریم مسئله حل کنیم. یه مسئله حل کنیم. دارید میبینید مسئله رو؟ بزرگش کن میسم من ببینم مسئله رو. خام صادقی هم ببینتش. میبینی الان خام صادقی پاورپوینت رو؟ پس بیا جلو بخونش یا صندلی تو بیا جلو. یه قواس نقاشیش خودم کشیدم و معلومه مونتاژ کردم. قواسه نه، این برای تصویر. کلی وقت صرف کردم تا اینو مونتاژ کردم نقاشی. به خدا. بریم بخونیم. فشار اتمسفر پاک کنم راستی، اول پاک کنم. شما حل کنید بچه ها، عدد بنویسید. بعد که عدد نوشتید میام عددها رو مقایسه میکنیم. فشار اتمسفر چقدر گفته؟ 110 کیلوپاسکال. بعد گفته که غواص تو عمق 30 متریه. بعد فشار مطلق، این فشاری که همه فشارهایی که به غواص وارد میشه چقدره؟ یه چیزی هم گفته چگالی و درشم یک گرم بر سانتی متر مکعب. خب حلش کنید ببینم. بعد یه نفر دست بلند میکنه جواب میده. خانم بگی شما الان دست بلند نکن. خانم نامرم که مریضه. خانم امجد شما فرصت داری و اون سه نفری که الان یکیشون نیست اومد دوباره. آقا فرید مگه بازی میکنی همجور میری میای هی بس خودت؟ خانم صادقی هم میتونه اینجا جواب بده. چیکار کنیم خانم صادقی؟ اطلاعات رو جدا کردیم. خب ضرب در هزار کنی. نه دیگه، کیلوگرم چند گرمه؟ خب اینم ضرب هزار شد دیگه. آره ضرب در هزار میشه 110,000 پاسکال. خب این کار اول ضرب کردیم به پاسکال تبدیل کردیم. قبول. دیگه چی کار کنیم؟ فرمول بگو. بچه ها عدد نوشتن؟ این عدد کی نوشته؟ یا از کجا بود این عددو؟ چرا؟ یه جا اشتباه کردی فکر کنم ایلیا. فکر کنم یه جا اشتباه کردی. خانم بگی چند؟ خانم امجد هم فعال باشن حتما. بله. خانم امجد بنویس، خانم نامبر بنویس. ایشالله هم که زودتر خوب بشی، مایعات زیاد بخور. ویتامین دی یادت نره.
ویتامین سی هم که حتما میخوری دیگه، حالا یا میوه بخور یا یه دونه قرص جوشان بخور دکتر، ولی حتما بخور. خب تو گفتی چیکار کنی؟ فرمول یکی از کجا آوردی؟ از در یک. خب بهتر نیست اینم تبدیل کنی؟ یعنی کیلوگرم بر متر مکعب. همه اینا در مورد نیوتن بر متر مکعب دیگه، بر متر مربع معذرت میخوام. اینا هم متر دیگه، پس یه جوری شبیه هم بشن. بهتر نیست؟ پس اینا میشه 1000 کیلوگرم بر متر مکعب چگالی آب. خب تازه داره بهتر میشه. بچه اومدیم دو تا تبدیل واحد انجام دادیم. خانم صادقی گفت این کار رو انجام بدیم. گفت 100 کیلو پاسکال چیز غریبیه. تبدیلش کردیم پاسکال دیگه غریب نباشه. بچه محلمون باشه. همین پاسکال دیگه رفیقم. بعد میگه اینجا گرم بر سانتی مکعب به اینا نمیخوره. تبدیلش کنیم. خب ضرب در 1000 کردیم، تبدیل کردیم به کیلوگرم بر متر مکعب. آفرین همونه. قواس کجا میره؟ زیر آب میره دیگه، نمیگه مثلا تونل فاضلاب بره اونجا فرق میکنه، آبه دیگه قواس. پس همون فشار آبه. فرمونش بگو چیکار داری؟ آقای سفری سلام عرض کردیم، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ سلام باشین. فکر کنم امیر عباسه. اول فرمول خب پس پی دو مساویس با ضرب داری بلوه به اضافه رو جی اچ. این فرمولمونه دیگه، باید حلش کنی دیگه. خب چند نفر عدد دادن؟ یکیشون رو بس کن. خانم همجد عدد دادی؟ عدد بده. حل نشد؟ فقط فرمول نمیشیم، کاری نکردیم که. حل یعنی که آخر سر به یه چیزی برسیم. تست اینو میخواد، پی دو رو میخواد. آفرین. بگو یعنی 110000 رو به علاوه رو چنده 1000، ضرب در جی چنده؟ مثلا 10. ارتفاع چنده؟ 30. درسته؟ خیلی خب پس این خودش یه عددی میشه، مثلا میشه 30 1 2 3 4 5 میشه 300000 به علاوه 110000. 110000 برای 300000 میشه چقدر؟ 410000. آفرین امیر ارشیان. خواهم بگی توضیح بده. خواهم امجد چی؟ خواهم امجد در نمیشه. اشکال نداره، تو جمع چیز اشتباه کردی، فوقش تست و اشتباه میزنی، منفی هم میخوره، 200-300 نفر رتبت کم و زیاد میشه. دقت نکنی همین بلاها سرت میاد. دقت کن. تبدیل یکا یادتون نره. اینا شبیه به هم بشن. بعد که تبدیل یکا کردید، فرمول یادتون نره. بعد که جمع کردید، میشه پاسکال. چرا مکعب برابر با مربع؟ برابر نیست. الان بچه ها عکس بگیریم، میخوام جواب سوال خانم صادقی رو بدم. عکس بگیری تا بگیم که برابر نیستن یعنی چی. خب پاک میکنیم. تو میگی این برابر اینه دیگه؟ شبیه هم. متر مکعب، متر مربع، متر. حرف از متر، حرف از سانتی متر نیست. چی؟ خب آره صحبت از متره. میتونستیم سانتی متر مکعب و سانتی متر مربع و سانتی متر بگیم. ببین واحد کوچیکه شبیه به همه. متر ضرب در متر ضرب در متر. این متر ضرب در متر. این خود متر. دیگه هیچ کی توش سانتی متر این وسطا نیست. بچه این یه بار دیگه نگاه پاک کنم. پاک کنم بچه‌ها، پاک کنم. خیلی خب. بذار پاک کنم بعد جواب شما قشنگ‌تر بدم. موقعی که شکل همان، بله. به شرطی که فرمولش ضرب داشته باشه ها. اینجا به علاوه بود ضرب نکردیم. ولی این وریا ضرب بود ضرب کردیم. به شرطی که واحدها یکسان باشه میتونیم این کارو بکنیم. بچه‌ها نگاه کنید، متر میشه واحد طول. متر ضرب در متر میشه متر مربع واحد مساحت. متر سه بار در خودش ضرب بشه میشه متر مکعب واحد حجم. این یه مورد. شما وقتی که میخواید تو مسئلتون چیزی رو حل کنید،
یکیش سانتیمتر نباشه یکیش متر، خراب میشه. همشون باید یکسان سازی بشن، درست شد؟ مثلا وقتی چگالی رو میگیم گرم بر سانتیمتر مکعب مربع، نه هم مکعب واسه من داریم. گرم بر سانتیمتر مکعب میگیم، بعد تو مسئله ما متر مکعب داریم، بعد کیلوگرم داریم. مگه واحد گرانش نیوتن بر کیلوگرم نیست؟ پس گرمش کو؟ پس بهتر اینه که ما این گرم بر سانتیمتر مکعب رو ضرب در هزار کنیم، تبدیل کنیم به کیلوگرم بر متر مکعب. واحدا به هم بخورن. این تبدیل یک ها خیلی مهمه. حالا یه چیز دیگه اینجا نگاه کنید، اینجا که چجوری آخر سر شد پاسکال. الان این که خودش پاسکاله، فشار هوا بود، کیلو پاسکال بود، ضرب در هزار کردیم شد پاسکال. پس این پاسکاله. واحد فشارم پی دو، یعنی فشاری که به غواص وارد میشه، ما پاسکال به دست آوردیم. چطور ممکنه؟ پس اینا چی هن؟ این که هزار کیلوگرم بر متر مکعب بود، ضرب داره. این 10 نیوتن بر کیلوگرم بود، ضرب داره. اینم که ارتفاع متر بود. پس چجوری شد پاسکال؟ نگاه کنید چگونه این همه در هم ضرب شدن آخر شد پاسکال. الان این همش ریاضیه دیگه، یه سریشون صورت هم. اما اگه یک بدم میشه مخرج، مشکی ها مخرج هم. پس من میام تو صورت اینو مینویسم، کیلوگرم ضرب در نیوتن ضرب در متر. تو مخرج مینویسم متر به توان 3 متر مکعب ضرب در کیلوگرم. حالا چیکار میکنم تو ریاضی؟ ساده میکنم، کیلوگرم و کیلوگرم ساده میکنم. این متر رو میتونم با یکی از این متر رو بزنم؟ آره دیگه. پس این مترم با این یکی از اینا میذارم میشه متر به توان 2. چی میمونه؟ یه نیوتن میمونه، خط کسری میمونه، یه متر مربع. این نیوتن بر متر مربع همون چی بود؟ پاسکال بود. یعنی باز رسیدیم به پاسکال. این چراشه؟ چراشو نمیخوان از شما، شما همون پاسکالش یاد بگیری کافیه. رو جی اچ میشه پاسکال. رو جی اچ میشه فشار مایعات که همون پاسکاله. خب پس اینم شد غواص. ببینم نکته دیگه که میخوام بگم چیه. خب توی بعضی از این لوله های کمی الان بادکنک گذاشتم سرش، یه سری مسائل میاد. من مسئله شو میگم. ساعت چنده بچه ها؟ یه رو وقت داریم. بذار ببینم نکته دیگه اگه مهمتر هست اونو بگم. آره قانون عرش میدوست هم هست. نه توی مبتکرانه. یه قانون فشار گازه رو بگم، یه قانون عرش میدوست. حالا بگم ببینم چی میشه دیگه. فشار گازه سعی میکنم سریع بگم، چون باز خیلی زیاد با اینا که الان حرف زدیم خیلی فرق نمیکنه. آزمایش هم که اون اول انجام دادیم. میان یه شکلی میکشن، این ظرفه مرتبطمون، بعد اینجا میان وصلش میکنن به یه ظرف دیگه ای که توش یه گازه. این گاز یه فشاری داره، اینجا هم مایمونه. بله اینم که اختلاف اون ارتفاعه میشه. بعد میان اینجا میگن آقا فشار گاز، یه عددی میدن، فرض کنیم 100 کیلو پاسکال. فشار گاز تو این ظرف 100 کیلو پاسکاله. پس این گاز در اصل داره به این مایع فشار میاره. مثلا بادکنکه که مایع فشار آورد. بادکنک توش فشار بود، توش هوا بود. من هوا رو با فشار فرستادم تو. پس بادکنک فشار داره. گازی که اینجا هست این اون بادکنکه در نظر بگیر. فشارش 100 کیلو پاسکاله. پس اینجا پی یک ما میشه 100 کیلو پاسکال. درسته؟ این فشاری که اینجا وارد میشه از طرف هوا وارد میشه، میشه فشار هوا. ارتفاع رو میخوان. روی این فکر کنید، عدد هم گفتم مثلا
فشار هوا هم که همون سر... خب اینجا اینو 200ش کنی، اینو 200 کنیم که با اون یه ذره فرق کنه. فشار هوا هم که 100 کیلو پاسکال در نظر بگیر. ارتفاع رو حساب کنید بعدن. پس فهمیدین چی شد؟ نگاه کنید یه ظرف دربسته است، فشار داره، فشار گازه، میاد اینجا فشار وارد میکنه، پس ما اینجا پی یک داریم. بعد اینم که سطح ترازشه، آبی که اینجا هستش یا مایعی که اینجا هستش میاد تا اینجا اومده بالا. از این طرف هم که فشار هوا داریم به اینجا وارد میشه، این پی دو. این ارتفاع رو میخوام، اچ رو میخوام. تو چقدر ارتفاع آب چقدر بالا میرود؟ داشت پاره میشد. ای رفتین زیر هم. آقا من تا حالا دو سه تا سیم پاره کردم. بریم سر وقت قانون ارشمیدس. هر کی در مورد قانون ارشمیدس اطلاع داره دست بلند کنه. اصلا کی بود، چی بود، چی کاره بود ارشمیدس میشناسی؟ اسمش نمیشناسم. کی بود؟ کی بود؟ کی میدونه ارشمیدس کی و چی کار است؟ او آدم نبود. بگو. خانم بیگی بگو. خانم امجاد شما اطلاعی نداری؟ فعال باشن که خوب. خیلی خوبه. استاد همون دانشمندی که تو حموم کشف کرد؟ بله بله همون، خود خودشه. خب من اطلاعات زیادی ندارم، فقط میدم انگار حجم رو به دست آورد دیگه، طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. بعد شما هم فکرم داستانشو قبلا تعریف کردید که اومد. چه گالی رو فهمید؟ تاج شاه. آره آره. تاج شاه همون همی بعد یهو دوید بیرون. آره آره آفه. تاج شاه که بعد آوردن اون طلا رو بهش هدیه دادن. تاج شاه رو نبودی شما موقعی که گفتم؟ پادشاه بوده، تاج براش میساختن، بعد وزیرش میگه آقا این کلک داره میزنه، این که برای تاج میسازه داره جای طلاش دیدیم غالب میکنه. میگه چجوری بفهمیم که زرده؟ میگه از ارشمیدس بپرسیم. ارشمیدس بهش میگن که آقا اینجوریه، شما ثابت کن که این تاجی که هستش طلای خالص نیست، ناخالصی توشه. ارشمیدس هی فکر میکنه میره تو حموم، تا میره توی وان یا خزینه به اصطلاح آب میریزه بیرون. آب که میریزه بیرون انگار یه جرقه میزنن، اون مقدار آبی که خارج شده رو مثل جرقه براش میشه. بعد میره پیش شاه میگه باید اون تاجتو ذوب کنیم، تاجو ذوب میکنن، بعد درست هم وزن این تاج طلای خالص برمیدارن، جفتشو میریزه توی آب. اینی که تاج بوده آب کمتری خارج میشه تا اون، بهش میگه که کلک زده. اگر اینم طلای خالص بود باید برابر با این آبش خارج میشد. نه وزنش یکی، نه نمیشه وزنشون یکسان. این تاج طلای خالص هم یکسان، وزن همون وزنه، ولی چجوری بفهم این طلای خالص نیست؟ وزنشون که یکیه. از این آز... خب نمیتونستیم بفهمیم، سر همین فهمیدیم دیگه، سر اون چگالیه فهمیدیم، یعنی همون وزنه فهم. اولین بار اول ببخشیدا. بله میگه که کاری نداره که، راحته که، بله الان خیلی راحته، ولی اون موقع بیچاره خوشو کشت و یاد گرفت. خب بچه‌ام وقتی توی آب میریم چه اتفاقی میفته؟ چرا فضانوردا قبل از اینکه برن فضا یکی از تمریناتشون اینه که توی آب یه سری کارا انجام بدن، مثلا پیچ و مهره سفت کنن؟ چرا؟ چه اتفاقی میفته تو آب؟ معلق یعنی چی؟ همون خلایی که گفتیم. چیه سی شعیب خلا؟ بله قشنگ تر. نامور گفتن فشار به همون وارد میشه. بله از طرف آب. تو فضانوردا نه، اونجا گرانش نیست، خیلی دیگه بی‌وزن میشی. اینجا میری تو آب وزنت کم میشه، یه ذره شبیه به اون حس به دست میده. منظور اینه یه حالتی که وزنت کم بشه. وزنت کم بشه کارت راحت تر نیست، کارت یه مقدار ممکنه سخت تر بشه، پس باید تمرین کنی. که تو فضا رفتی بی وزن شدی دست و پاتو گم نکنی، ای من چرا وزن ندارم، ای من بندری برقص مثلا فلان، پس نمیشه. خب نیروی شناوری، من اینجا چون چشم بنویسم اصلا چشم اینک بزنم ببینم قشنگ، مساوی با
وزن اون مایه‌ای که بهش میگیم بچه راستی سیال یعنی اونایی که جاری میشن مثل مایه مثل گاز. خب اینجا منظور مایه است، وزن سیالی که جا به جا شده، یعنی همونی که آقای ارشمیدس رفت توی وان آب زد بیرون، اون میشه نیروی شناوری. نیروی شناوری با اف ای نمایش میدیم. اف ای خب وزن سیال که میشه ام جی، درسته؟ جم زد در گرانیت میشه وزن یا دبلیو. ما میتونیم از این جرم استفاده کنیم بنویسیم رو زب در وی. رو چیه؟ چگالی. وی چیه؟ حجم. جی چیه؟ گرانش. این فرمولو میتونم بنویسم یا نه؟ مسلما میتونم، چون فرمول چگالی میشه جرم تقسیم بر حجم. پس اگه مخرج یک بدیم میشه جرم مساویس با چگالی ضرب در حجم. پس من جای این جرم میام می‌نویسم رو ضرب در بی. پس نیروی شناوری میشد برابر با وزن سیال جا به جا شده، یعنی مایه جا به جا شده. پس میشه رو یعنی چگالی مایه، ضرب در حجمی که جا به جا شده، ضرب در گرانش. این میشه قانون ارشمیدس. که دیگه وقتی بهتون مسئله بدن فرمول چون دارید میتونید به راحتی حلش کنید. بله یونانی بوده واقعا، 2000 خورده ای سال پیش. ارشمیدس، ارسطو، افلاطون، همه اینا کسانی هستند که تو یونان بودن، یونان باستان، و زمانی که خیلی ها می جنگیدن اونا هی قانون می نوشتن، تو علم کار می کردن. یونان کشور جنگجویی نبود بچه ها، اون مقدونی ها بودن که جنگجو بودن، اسکندر مقدونی بود. خب آره دیگه، سیال یعنی آب، مایه، کلن تو مایات. شما ببین میتونی بری توی آب، میتونی مثل قدیما پادشاه میرفتن توی شیر. اسفندیار چیکار کردن؟ بردنش توی یک مایه مخصوص شبیه به شیر. وقتی رفت توی اون مایه چشاشو بست، بعد اومد بیرون روینتن شد. موقع که رفت تو اون وان مایه آب میذاری از اون مایه ها زد بیرون، ریخ رو انگشت ناخونه اون چی بود، اون برده ای که اونجا وایساده بود، اون فقط ناخونش روینتن شد، بقیه بدنش روینتن نبود، ولی خود اون نوزاد که اسفندیار بود همه بدنش روینتن شد. پس سیال که میگیم هر مایه ای میتونه باشه. حالا معمولا ما تو آب میریم، بله، ولی ما پادشاه ها معمولا میریم توی شیر حموم میکنیم، برامون خوبه. درست دارم همجرد. خب برای ارشمیدس اینم انشاءالله جلسه فصل هشتمون تموم شده، میمونه شاید یه سری مسئله که با هم حل کنیم و تستاش که براتون میان میزنم. و اگه سوال داشتین حتما حتما بچه توی واتساپ از من بپرسید، اصلا شک نکنید، حتما بپرسید. خب برم نکته دیگه چیزی نمونده باشه. ایشالله با امید خدا اونو شروع کنیم، اون خودش کلی جلسه میکشه. دیگه آه یه چیز دیگه هم بگم بچه، از فشار، از مسائل مختلف فشار نترسید. فیلمو دیدیم؟ یه فیلم ببینیم؟ دو دقیقه وقت داریم، خیلی لازمه بوتیه پخشش کن. پس من تا این نکته رو میگم فیلمه رو بذاریم، فیلمش قشنگه. فیلم عبارت فشار، نه فیلم چیز. ببینید ما یه فرمول داریم P یعنی فشار مساوی است با F تقسیم بر A یعنی نیرو تقسیم بر سطح. فشار فرمولای مختلف داریم، بعضی وقت ممکنه اینجوری بنویسیم، به جای نیرو بنویسیم MG ضرب تقسیم بر A، یعنی مثل همین کاری که توی قانون ارشمیدس کردیم، ام جی نوشتیم، اینجوری فشار رو به دست بیاریم. گاهی اوقات ممکنه فشار رو اینجوری به دست بیاریم، رو جی اچ یعنی چگالی ضرب در گرانی ضرب در ارتفاع. همه این فرمول ها یک چیزن، فقط ما باهاشون بازی میکنیم، جا به جایی انجام میدیم. مثلا جای اف یعنی دبلیو میام می‌نویسم ام جی، و جای ام جی
ام میشه چگالی تقسیم بر حجم. آ اومد فیلمش بچه ها. سید بذار بچه ها فیلم رو نگاه کنید. خیلی از گاز یا بخار اشغال میکند، بنابراین فضایی که بخار اون را پر کرده بود اکنون خالی میشود. بدون وجود فشار داخلی برای متعادل ساختن این وضعیت، فشار هوای بیرون قوطی را مچاله میکند. آزمایشی بود که دفعه قبل انجام دادیم تو دوربین دیده نشد. حد می‌داریم که تمام وقت پایین فشار میاره و فشار هوا چیکار می‌کنه؟ خوب گوش بده. ایجاد می‌کنی هوا قوطی رو مشاله می‌کنه. حیرت انگیزه. انگار همزمان از همه طرف مچاله میشه. جالب‌ترین نکته هم همینه. حتی با وجود قوطی به این کوچیکی حدود 400 کیلوگرم نیرو تولید میشه. یعنی به هر سانتی متر مربع حدود 5 کیلوگرم نیرو وارد میشه. معادل اینه که 3 نفری با هم بپریم روی قوطی. بلهش کنه. فشار 400 کیلوگرم خیلی زیاده. دقیق. قطع شد میسان. استوب شد. اومد. درست. بیاین عباد. نه هی استوب میشه. اشکال از چیه؟ نوشابه را روی یک بشکه فولادی 55 گالونی انجام بدید. بخار با سرعت 443 کیلوگرم در ساعت در بشکه رو گرم کردن. بعد هوای توش رو دارن خارج میکنن. بخار از توش میاد. الان توی بطری داغ داغ روی احتمالاً 20 فوت مربع یعنی حدود 18 ما انگشت گذاشتیم. نه شیر میاد. اون خارجی هم ما اتوبوسای 12 متری مدرسه رو پر از بچه‌ها. پس با اعمال فشار نکن داره فشار داخل بطری کم میشه. باریکتن آب سر روی بشکه فرایند رو تصدیل کنیم. یادتون باشه وقتی ما بطری درباز مواظب باشیم بچه ها. این ممکنه رفتم کنار. آه درست شد. آب سر دارم میریزم. وای پسر عالیه. وقتی که شما هوای داخل بطری که در تصدیل 2000 فریم در ثانیه همان واکنشی را میبینیم که پیشتر با قوطی نوشابه دیده بودیم. این همون بشکه است. آب بخار داخل بشکه را به مایه تبدیل و در چقدر فشار هوا قویه؟ یک خلع میکنه. چون توش خلع ایجاد شد. او وای. واقعا انتظارشو نداشتم. مثل صحنه های کارتونیه. حتی یه تفصیلی هم نمیتونم کنم. اگه ظرف در بسته باشه شما هوای توشو گرم کنید فشار زیاد میشه. ولی اگه در ظرف باز باشه گرمش کنید فشار توی ظرف داره کم میشه. که بعد بستیمش سردش کردیم خلا ایجاد شد. فشار هوا اون خلا رو پر کرد و این بلا رو سر بشکه آورد. تازه تانکر بزرگم من دیدم که له میکنن. خسته نباشیم بچه جانا. فقط بسن که نشون بدن که فشار هوا قویه. نه که علکی. واسه آزمایش فشار. خانم بیگم شما تو باطب از فصل ماشین ها میتونم سوال بپرسم؟ بله چرا که نه. بله دست شما خداحافظ بچه هم بگی خسته نباشید. کلاس ریاضی شده دوستان رو میبین.